سلام، سروش هستم. بازی مونوپولی سیتی رو امروز میخوام بهتون معرفی کنم. یه بازی دو تا 6 نفره که البته دو تا مورم بهش اضافه کردیم تا 8 نفرم میشه بازیش کرد. یه ورژن کاملا متفاوت از همه مونوپولیا، در واقع کامل‌تره، اجزای خیلی زیادی داره، کامپوننت‌های زیادی داره. توی کانال بازیکده شیراز بازی‌های مختلف معرفی میشن و آموزششون اونجا قرار داده میشه. اگه بازی خاصی هم مد نظرتون هست میتونید به ما بگین که ویدیوش رو براتون تهیه کنیم و توی کانال قرار بدیم. تفاوت‌های خیلی زیادی بین این مونوپولی و بقیه مونوپولی‌ها به خصوص ورژن کلاسیک وجود داره. شهرتون کاملا سه‌بعدی میشه. آپارتمان و برج و آسمون خراش و پارک و مدرسه و زندان و نیروگاه برق و اجزای مختلف المان‌های شهری توی بازی هست. یه شهرداری جذاب داره که برای ساخت و ساز بهتون مجوز ساخت میده و ممکنه بهتون کم مجوز بده یا زیاد، یا مجوز ایستگاه قطار بده. و روش مزایدش هم با همون دستگاه انجام میشه که اونم به جذابیت بازی اضافه میکنه. کارتای شانسش کاملا متفاوته. فری پارکینگ اینجا قابلیت داره و و و خیلی تفاوت‌های زیادی که توی آموزش بازی کامل براتون توضیح میدم. بریم که چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. خب، صفحه بازی چیدمان و اجزای زیاد بازی رو میبینید. مثل همه مونوپولیا اول بازی پول بین بازیکن‌ها تقسیم میشه. طبق همین چیدمانی که الان انجام دادم به هر بازیکن پول داده میشه. 6 تا 5 میلیونی، 6 تا 1، 2 تا 500، 2 تا 200، 2 تا 100، 50 و 5 تا 10 که مجموعاً میشه 37 میلیون و 700 هزار مونوپولی. واحد پولم توی همین مونوپولی‌ها ام یا همون مونوپولی هست. 37 هزار مونوپولی به هر بازیکن داده میشه که پول‌ها رو مقابل خودشون قرار میدن و یه مهره برای خودش انتخاب میکنه هر بازیکن و 6 تا مهره‌ای که توی بازی هست، یه دونه کامیونه، کامیون، یه سطل رنگ، یه کلاه ایمنیه، یه دونه لودر، یه دسته کلید، یه سگ با لونش. هر بازیکن یه دونه از این مهره ها رو انتخاب میکنه و یک جفت تاس بازی که هر بازیکن توی نوبتش تاس میگیره. خونه یه شروع رو میبینیم اینجا. توی تمام مونوپولیا بازیکن‌ها از یه نقطه شروع می‌کنن و دور زمین بازی حرکت می‌کنن، می‌چرخن، در واقع توی شهر بازی دارن حرکت می‌کنن و زمین‌های مختلف رو می‌تونن بخرن، توی زمین‌ها ساخت و ساز می‌کنن و بعداً از بازیکن‌های دیگه اجاره دریافت می‌کنن. به اضافه یه سری اتفاقات خیلی زیاد دیگه‌ای که توی بازی‌های مونوپولی می‌افته، اینجا اتفاقات خیلی بیشتر هم هست. یک به یک تفاوت‌ها رو می‌گم با مونوپولی‌های دیگه و حالا ویژگی‌هایی که این مونوپولی داره. کاملا شبیه یک شهر واقعیه، یعنی شبیه سازی شده با یک شهر نسبتا کامل هست. المان‌های مختلف شهری توی بازی وجود داره و قواعد شهری هم لحاظ شده. خب، حالا توی این بازی یک نفر باید وظیفه بانکداری رو به عهده بگیره. جعبه بازی به این صورت تعبیه شده برای محل پول‌ها و سند زمین‌ها. پول‌ها از 5 میلیونی به ترتیب تا 10,000 مرتب شدن توی این بانک بازی و هر زمینی یه سند داره که رنگ‌های مختلف رو اینجا می‌بینید. به این ترتیب کاملاً مرتب شده، در اختیار بانکدار قرار می‌گیره و بانکدار حالا باید مدیریت مالی و انتقال سندها رو به بازیکن‌ها انجام بده. هر زمینی که حالا زمین‌ها از شماره 1-2 به این صورت شماره گذاری شدن، 1 و 2 قهوه‌ای و 1-2-3 رنگ آبی، 1-2-3 صورتی، نارنجی، قرمز، زرد، سبز و بنفش. همه زمین ها ستایی هستند به جز 2 تا زمین ارزون بازی و 2 تا زمین گرون بازی. وقتی بازیکن ها از اینجا از خونه گو بازی رو شروع می کنند، اولین زمین ها ارزون ترین زمین ها هستند که قیمتشون اینجا نوشته شده 600 هزار مونوپولی قیمت ارزون ترین زمین بازی هست و به ترتیب زمین ها گرون میشن به سمت گرون ترین زمین بازی که 4 میلیون قیمتش هست، زمین دایموند هیلز که میشه رنگ بنفش شماره 2. 4 میلیون مونوپولی قیمت این زمین هست و به این ترتیب بازیکن ها اینجا دور میزنن و زمین ها رو میخرن، توی زمین ها ساخت و ساز میکنن. هر زمینی که بازیکن ها میخرن یه محوطه شهرسازی براش تعریف شده. زمین 1 قهوه‌ای سامر گیت این محوطه شهرسازیش هست که به صورت عدد و رنگ مشخص هست، 1 قهوه‌ای. زمین 2 قهوه‌ای و به ترتیب
تمام زمین‌ها محوطه شهرسازی دارن. توی بقیه مونوپولی‌ها خونه و هتلی که قرار بود ساخته بشه همینجا بازیکن‌ها قرار می‌دادن، اما اینجا شهرتون کاملا سه‌بعدیه، توی فضاهای شهری ساخت و سازها انجام میشه. یه تفاوت خیلی بزرگ که این مونوپولی با مونوپولی‌های ورژن کلاسیک و ورژن‌های مشابه کلاسیک داره، توی اونها شما باید ست رنگتون رو کامل می‌کردین تا موفق می‌شدین شروع کنین به ساخت و ساز، اما توی این مونوپولی سیتی به محض اینکه شما یک زمین بخرید میتونید ساخت و سازتون رو شروع کنید. یکی از تفاوت‌های جذاب این مونوپولی نسبت به مونوپولی کلاسیک و بقیه ورژن‌ها این دستگاه شهرداری هست. این شهرداری برای ساخت و ساز، حالا به این ترتیب وقتی که کلیدش رو بزنید روشن میشه، برای ساخت و ساز هر بازیکنی هر دور که بخواد ساخت و ساز انجام بده این کلید کناری رو باید فشار بده که علامت حالا یه سری آسمون خراشه. این شهرداری بهتون مجوز ساخت میده که ممکنه مجوز یک واحد بهتون بده، الان چراغ دو روشن شد، یک واحد، دو واحد، سه واحد، یا ایستگاه قطار میتونه این مجوزها رو به بازیکنی که نوبتش هست بده. هر بازیکن هر بار که تاس میریزه میتونه این دکمه رو فشار بده و ساخت و ساز انجام بده. نکته‌ای که باید بگم، هر زمینی 8 واحد 8 بلاک ظرفیت داره برای ساخت و ساز و حد اکثر میشه توی هر زمینی 8 واحد ساخت. هر زمینی که شما بخرید بانکدار موظف هست که سندش رو به شما بده و حالا همین اولین زمین رو بهتون نشون میدم، زمین یک قهوه‌ای به اسم سامر گیت، و اطلاعاتی که روی سندها هست اطلاعاتی که شما باید کامل اونها رو بدونید. اطلاعاتی که روی سندها قید شده، اولین ردیف نوشته لند رنت و به معنی اینه که اجاره زمین، یعنی اجاره زمین خالی. اگر شما یک زمین رو بسازید و هیچ ساخت و سازی توش انجام نداده باشید، هر بازیکنی از اون به بعد توی اون زمین بیفته باید به شما 20K یعنی 20,000 مونوپولی پرداخت کنه. ارزش از 1 تا 8 بر اساس میزان ساخت و سازی که شما توی اون زمین انجام بدید هم برای دریافت اجاره به صورت ردیفی اینجا نوشته. اگر شما 1 بلاک توی این زمین ساخت و ساز کنید 100,000 تا، 2 تا بلاک ساخته باشید 200,000 تا، به همین ترتیب تا اگر 8 تا بلاک توی زمینتون ساخته باشید ماکسیموم 5.5 میلیون اجاره هست که شما از بازیکن باید، از بازیکنی که توی زمینتون میفته دریافت کنید. این پایین توی همه سندها این اطلاعات قید شده، نوشته رزیدنتال، هزینه ساخت واحدهای مسکونی رزیدنتال، نوشته اینجا 500K پر بلاک، یعنی 500,000 بابت هر بلاکی که بخواید بسازید توی این زمین شما باید هزینه ساخت پرداخت کنید. و ردیف پایین ترش نوشته اینداستریال 1 میلیون پر بلاک، یعنی 2 برابر هزینه مسکونی برای ساختن ساختمان‌های صنعتی شما باید پرداخت کنید. و این پایین هم نوشته اسکای اسکرپر یا آسمون خراش، که برای ساختن هر آسمون خراش توی این زمین شما باید 2 میلیون پرداخت کنید. آسمون خراش ها اینها هستن که حالا رنگاشون تفاوتی نداره، شما چه رنگی رو بگیرید این آسمون خراش هست. آسمون خراش در حالا 5 تا آسمون خراش مختلف اینجا وجود داره. اولین 5 بازیکنی که موفق بشن رنگشون رو کامل کنن توی این مونوپولی، ارزش ست رنگ مربوط میشه به ساخت اسکای اسکرپر ها یا آسمون خراش ها. اگر شما بتونید یه ست رنگ رو کامل کنید، یعنی دو تا این زمین های در واقع دوتایی رو کامل کنید یا هر ست ستایی از زمین های مختلف رو کامل کنید، اجازه ساخت اسکای اسکرپر یا آسمون خراش پیدا میکنید. و ویژگی که داره از اون به بعد اجاره کل زمین های اون رنگ 2 برابر میشه، چه زمین خالی باشه چه توش ساخت و ساز کرده باشید، طبق ردیفش روی سند اجاره 2 برابر دریافت میکنید. خب همونطور که روی سند بهتون نشون دادم اینداستریال داریم و رزیدنتال. هر بازیکنی خب منطقی تر هست که بیاد اول واحدهای مسکونی بسازه، یعنی رزیدنتال ها رو بسازه، و این حالا آپارتمانی که این ساختمانی که به شکل آپارتمان نشون داده شده معادل 3 واحد رزیدنتال هست، یعنی اگر مجوز ساخت 3 بگیرید شهرداری بهتون یه دونه آپارتمان میده که توی هر بلاکی قرار بدید معادل 3 واحد مسکونی میشه. و خب اینجا بقیه ساختمان های مسکونی هم به شکل
دو تا یک به هم چسبیده و یه دونه ای هست که اگر مجوز دو بگیرید دو واحدی بهتون داده میشه و واحد تک هم به این صورت هست. اینها واحدهای مسکونی یا رزیدنتال هستن. تفاوت واحد رزیدنتال یعنی مسکونی و صنعتی رو وقتی که رسیدیم به این ساختمان‌های قرمز و مشکی بهتون میگم. زمین‌های بازی رو حالا اونهایی که به غیر از زمین‌های رنگی هست که سند داره و شما می‌خرید، بقیه زمین‌ها رو معرفی کنم بهتون. این خونه چانس یا شانس که اگر هر بار توی اینها قرار بگیرید که با علامت سوال نشون داده شده، باید از دسته کارت‌های چانس کارت روی رو بردارید. این کارت‌ها اول بازی بر می‌خوره و یه جا قرار میگیره. هر بازیکنی که توی این خونه های چانس قرار بگیره یه کارت از اینجا برمیداره و دستورش رو میخونه و کاری که روی این نوشته شده رو باید انجام بده. بعضی هاشون اتفاقات خوبی هستن که به نفع بازیکن هاست و بعضی هاشون اتفاقات بدی هستن که ممکنه بازیکن ضرر کنه. این یکی از کارت های شانسش هست که حالا من جدا کردم، خیلی خاصه و متفاوته با بقیه مونوپولی ها. کارت استیل به معنی دزدی، میگه شما یک زمین رو با تمام خونه های توش میتونید بدزدید. حالا کار جالبی نیست ولی توی بازی آورده شده و فان. بازیکن هایی که خیلی پول دار میشن زیاد نمیتونن روی داراییشون حساب کنن و ممکنه زمین هاشون رو دزد ببره. البته یه استثناء وجود داره، شما ست رنگ رو نمیتونید ناقص کنید، یعنی اگر میخواید از این کارت شانس دزدی استفاده کنید باید به زمین های تک بزنید و اونها رو میتونید از بازیکن‌های دیگه سرقت کنید. خب بریم سراغ خونه بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم. اینداستری تکس یعنی مالیات صنعتی. اگر شما واحد صنعتی ساخته باشید و توی این خونه قرار بگیرید باید 2,000,000 به شهرداری، در واقع به بانک بازی، پرداخت کنید بابت ساخت ساختمان‌های صنعتی. این 4 تا خونه‌ای که به رنگ آبی نشون داده شده و توی مونوپولی کلاسیک ایستگاه قطار هست، اینجا اتفاق جالبی میفته که هر کدوم از این خونه ها 2 تا شانس به شما برای ساخت و ساز میده، هیچ هزینه ای هم نداره. هر کدومش به شما پیشنهاد میده که یه در واقع بونیوس بیلدینگ یا یه ساختمون مثبت یا مفید برای شهر توی زمین های خودتون بسازید یا یه دونه هازارد یا ساختمون مضر و آلاینده برای بازیکن های دیگه توی زمین هاشون بسازید. که قابلیتی که هازاردها دارن که الان بهتون نشون میدم همه انواعش رو، اینه که اجاره واحدهای مسکونی رو از بین میبره مگر اینکه صاحب اون زمین یه پولی به شهرداری پرداخت کنه بابت تخریب اون واحد و اون رو از زمینش حذف کنه. حالا اینها رو یک به یک بهتون میگم. اولین خونه‌ای که اینجا هست نوشته که شما یه دونه رابیش دامپ یا آشغالدونی باید توی زمین‌های حریف بسازید. اینها آشغال دونی ها هستن و مضر برای بقیه. اگر آشغال دونی توی منطقه مسکونی ساخته بشه اجاره واحدهای مسکونی از بین میره. خب منطقی هم هست، در کنار واحدهای مسکونی محل دفن زباله نباید، اونجا رابیش دامپ نباید وجود داشته باشه، محل دپو زباله هست در واقع. و به جای این شما میتونید توی زمین های خودتون پارک بسازید. اگر شما توی زمین‌های خودتون پارک بسازید، اینها پارک‌ها هستن، اگر پارک رو توی زمین‌های خودتون بسازید دیگه تا پایان بازی هیچ بازیکنی نمیتونه توی زمین شما هیچ هازاردی بسازه، یعنی زمینتون رو در واقع گارانتی می‌کنید برای اینکه کسی نتونه توی زمین‌های شما واحدهای آلاینده و مضر بسازه. بقیه خونه‌های آبی رو به صورت جفتی براتون معرفی می‌کنم. بعدیش میگه مدرسه یا زندان. مدرسه ها واحد های مثبتی هستن که شما برای زمین های خودتون میسازید و زندان ها هم به عنوان واحد های مضر برای بقیه بازیکن ها ساخته میشن. مدرسه ها با رنگ قرمز و زندان ها با رنگ سیاه. دقت کنید هر بازیکنی که از این واحد های هازارد توی زمینش ساخته بشه، برای اینکه بخواد تخریبش کنه و از زمینشون رو حذف کنه، به اندازه میزان مساحتش یعنی بلاکی که اشغال کرده توی زمین، اگر دقت کنید الان مثلا این اینجا قرار داشته باشه 4 بلاک رو اشغال کرده، بازیکنی که صاحب این زمین هست اگر بخواد این زندان رو از زمینش تخریب کنه 4 ضرب در 500,000 2,000,000 باید به شهرداری پرداخت کنه تا این زندان رو از زمین خودش حذف کنه تا اجاره واحدهای مسکونیش دوباره برقرار بشه. خب رابیش دامپ یا محل دفن زباله 2 واحد رو اشغال میکنه و برای تخریبش 2 تا 500,000 لازمه پرداخت بشه، 1,000,000.
بعدی رو بهتون بگم که نوشته Sewage Work or Water Tower. Sewage Work میشه تصفیه خونه فاضلاب و Water Tower هم که منبع آبه. به این صورت Sewage Work ها با رنگ سیاه که 3 بلاک رو اشغال میکنه و برای ساختش بازیکن ها باید 1,500,000 پرداخت کنن تا از زمینشون حذفش کنن و منبع آب که اگر توی زمین خودتون بسازید زمینتون تا پایان بازی گارانتی میشه و هیچ بازیکنی نمیتونه هیچ هازاردی توی زمین شما بسازه. و آخرین خونه آبی که اینجا هست رو بهتون بگم، واحد هازارد یا آلایندهش نیروگاه برق هست. واحدهای صنعتی که آلاینده هستن نباید توی منطقه مسکونی ساخته بشن. نیروگاه های برق که با رنگ سیاه دارید میبینید و 3 بلاک رو اشغال میکنن، 1,500,000 هزینه تخریبش هست برای بازیکنی که صاحب زمینه. و اگر شما نیروگاه بادی یعنی این درمز ها رو توی زمین خودتون بسازید، باز هم زمینتون تا پایان بازی در مقابل ساخت هازارد ها گارانتی. مسکونی و صنعتی رو بهتون میگم، اگر شما دو برابر هزینه کنید و به جای ساختمون های مسکونی بیان واحد های صنعتی بسازید، اگر هر بازیکنی هازارد توی زمین شما بسازه، هازاردها روی واحدهای صنعتی اثر منفی ندارن، یعنی اجاره اینها برقرار هست. هر چقدر هم که هازارد توی زمینتون باشه، شما وقتی که واحد صنعتی توی زمینتون باشه هیچ ساختمان سیاه رنگ یا هازاردی روی این اثر نمیذاره و اجارهش برقراره و دریافت میشه. اینم تفاوت واحدهای صنعتی و مسکونی. خب بقیه خونه ها رو بریم بهتون بگم. این قسمت زندان بازیه که یه قسمت توی زندان داریم و یه قسمت جاست ویزیتینگ. اگر شما تاس بریزید و با پای خودتون بیاید توی این خونه قرار بگیرید، میرید توی قسمت ملاقاتی ها یا جاست ویزیتینگ و در واقع پشت میله های زندان نیستید، به صورت معمول دوره و تاس میریزید و بازیتون رو ادامه میدید. این قسمت نوشته آکشن و یه دونه هم ازش اینجا داریم. این دوتا خونه های آکشن هستن یا مزایده و به این معنی هست که شما میتونید یکی از سندهایی که تا حالا فروش نرفته و در واقع زمین‌های بی صاحب رو میتونید انتخاب کنید، به انتخاب خودتون اون زمین رو به مزایده بذارید. توی این مونوپولی، این دستگاه شهرداری وظیفه‌ای که داره به غیر از ساخت و ساز، برای مزایده هم تایمر داره و برای شما یک زمانی رو مشخص میکنه که به این صورت وقتی دکمه وسطش زده بشه، کارتی که به مزایده گذاشته شده، همه بازیکن‌ها میتونن قیمت اعلام کنن، مزایده آزاد هست. و تا زمانی که این چراغش تند نشده همه دارن قیمت میدن. چراغش که تند بشه یعنی که داره به پایان میرسه زمان مزایده و اگر زنگ نهاییش بخوره و چراغش خاموش بشه، کسی که آخرین قیمت رو اعلام کرده باشه برنده مزایده هست و زمینی که به مزایده گذاشته شده رو میخره، پولش رو پرداخت میکنه و سندش رو دریافت میکنه. ببینید الان چراغش هنوز ملایم هست، یکم دیگه که بگذره چراغش تند میشه، یه زنگ کوچیکم میزنه، الان دیگه آخرای مزایده هست و به محض اینکه زنگ پایان رو بزنه چراغش خاموش میشه و الان ببینید مزایده تموم شد. کسی که آخرین قیمت رو گفته باشه اون زمین رو برنده میشه. علاوه بر این هر بازیکنی توی هر زمینی بیفته و نخواد اون زمین رو به هر دلیلی بخره، باید اون زمین به مزایده گذاشته بشه و همه بازیکن‌ها از جمله خود خریدار، خود کسی که توی اون زمین افتاده هم میتونه توی اون مزایده شرکت کنه و خریدار اون زمین باشه. خب بریم ادامه بدیم. همه خونه ها رو گفتم، اینها رو همه رو گفتم. خونه فری پارکینگ که اینجا براش یک کارت تعبیه شده با علامت تعجب، توی مونوپولی کلاسیک کسی که توی فری پارکینگ میفته اون نوبت استراحت میکنه، کار خاصی انجام نمیده، ولی اینجا کسی که توی فری پارکینگ میفته این کارت رو برمیداره، کارت با علامت تعجب و رنگ سبز این رو برمیداره. توضیحی هم که روش نوشته میگه که شما این کارت رو پیش خودتون نگه دارید، یه نوبت به جای اینکه اجاره پرداخت کنید میتونید این کارت رو برگردونید و بذارید سر جای خودش. منتها این مادام العمر نیست و دائمی نیست. اگر شما کارت فری پارکینگ رو داشته باشید و بازیکن دیگه ای تا قبل از اینکه شما استفادهش کنید توی فری پارکینگ قرار بگیره، این کارت رو از شما پس میگیره. پس به نفعتونه که زود استفادهش کنید تا از چنگتون فرار نکنه. خب ادامه بدیم. بقیه خونه ها رو گفتم. این خونه ای که توی همه مونوپولیا هست و به معنی برو به زندان، گو تو جیل، جهت زندان رو هم داره بهتون نشون میده، میگه از این سمت باید حرکت کنید و برید پشت میله های زندان قرار بگیرید. خب اینم یه مدل بدشانسی که توی بازی هست. چرا جهت این ور رو نشون داده؟ به معنی اینه که شما
نباید از این سمت بیاید و از خونه شروع رد بشید. چرا از خونه شروع نباید رد بشید؟ به خاطر اینکه هر دوری که بازیکن‌ها بزنن و با پای خودشون بیان از اینجا رد بشن، یه حقوق دریافت می‌کنن که توی مونوپولی سیتی حقوقشون 2 میلیون هست. 2 میلیون مونوپولی بازیکنی که از اینجا رد بشه دریافت می‌کنه. منتها اگر شما اینجا بیفتید، از این طرف شما رو دستگیر می‌کنن و به زندان می‌برن که مبادا حقوقتون رو دریافت کنید. بقیه خونه‌ها رو دیگه تا اینجا گفتم و اینم یه دونه اینداستری تکس هست که دوباره مثل اینه، اگر شما اینجا بیفتید باید مالیات واحدهای صنعتی پرداخت کنید در صورتی که واحد صنعتی داشته باشید. برای مالیات هم 2 میلیون تعیین شده که اگر شما یک واحد صنعتی داشته باشید یا چند تا هیچ تفاوتی نداره، 2 میلیون باید بابت ساخت واحد صنعتی به شهرداری بازی به بانک بازی پرداخت کنید. بقیه المان‌هایی که باقی مونده رو بهتون بگم. اگر شما هر زمانی بتونید 2 تا رنگ از یک زمین داشته باشید، حالا اون زمین میخواد دوتایی باشه یا ستایی باشه، یعنی اگر دوتایی ها رو شما ستش رو کامل کنید یا از این زمین هایی که ستایی هستن دوتاش رو داشته باشید، اجازه ساخت استادیوم پیدا میکنید. استادیوم ها 2 تا بیشتر ازش توی بازی نیست و قیمت ساختش 3 میلیون مونوپولیه. شما 2 تا رنگ دارید، یه دونه 3 میلیون پرداخت میکنید، یه دونه استادیوم توی یکی از اون 2 تا رنگی که دارید تأسیس میکنید و از اون به بعد هر بار که دور بزنید و از اینجا رد بشید به جای 2 میلیون 3 میلیون دریافت میکنید. خب اولای بازی منطقی هست که شما استادیوم رو بسازید، ولی آخرای بازی شاید به صرفه نباشه که شما 3 میلیون پرداخت کنید برای ساخت استادیوم و خیلی برگشت پولی براتون نداشته. حالا این سوالم ممکنه در ذهنتون ایجاد بشه که تا کی باید بازی ادامه پیدا کنه. همه مونوپولی‌ها مبناشون بر اینه که انقدر بازی ادامه پیدا میکنه که همه بازیکن‌ها ورشکست میکنن، بی پول میشن و فقط یک نفر توی بازی میمونه که اون برنده بازی هست. اگر بخواید مونوپولی رو به پایان برسونید، حالا تعدادتون هم بیشتر باشه، خیلی زمانش طولانی میشه. این مونوپولی رو یک بار فکر کنم ما حدود 7 ساعت بازی کردیم، هنوزم بازی به پایان نرسید و همه در سر کمردرد و زانو درد دیگه بازی رو به پایان رسوندن. پیشنهادی که میشه برای بازی مونوپولی اینه که شما زمان محدود یا تایم لیمیت بازی کنید، یه زمانی رو مشخص کنید، مثلا بگید ما می‌خوایم سر 2 ساعت سر 3 ساعت بازی رو به پایان برسونیم. اون موقع روش محاسبه دارایی‌ها به این صورت هست که همه پول‌های نقدتون شمرده میشه و هر ملکی که داشته باشید به اندازه ارزش اجاره‌ای که دریافت میکنه، نه به اندازه پولی که دارید اون ملک رو خریدید، به اندازه ارزش اجاره‌اش طبق همون جدولی که براتون توضیح دادم، اگر هر واحدی توش ساخته باشید ارزش اجاره محاسبه میشه و حالا اگر شما آسمون خراش ساخته باشید ارزش اجاره‌اش 2 برابر حساب میشه و به همین ترتیب مجموع ارزش اجاره هاتون به اضافه پول‌های نقدتون مشخص میکنه که کی پولدارتر هست و اگر زمان محدود بازی کنید برنده بازی مشخص میشه. المان دیگه‌ای که مونده و باید بهتون بگم ایستگاه قطار هست که 8 تا ازش توی بازی هست. ایستگاه‌های قطار به وسیله شهرداری مجوز ساختش صادر میشه، همینجا که بهتون نشون دادم یه واحدی داشتیم و 2 واحدی و 3 واحدی و ایستگاه قطار. اگر ایستگاه قطار بهتون بده شهرداری، شما ایستگاه قطار رو توی هر زمینی که دلتون بخواد میتونید بسازید. میتونه زمین خودتون باشه، میتونه زمین‌های بی صاحب باشه و حتی میتونید توی زمین‌های بقیه بسازید، کاملا اختیارش با خودتون هست. وقتی که ایستگاه قطار توی زمینتون میسازید اینجا قرارش میدید توی قسمت نوار رنگی حاشیه اون زمین و ویژگی جالبی که قطارها توی مونوپولی سیتی دارن اینه که بازیکنی که توی این زمین میفته خودتون و بقیه. حالا علاوه بر اینکه اجاره مبدا رو باید پرداخت کنه چون اینجا افتاده، میتونه سوار قطار بشه و به هر زمین دیگه‌ای که ایستگاه قطار داره بره و اونجا پیاده بشه. یه اتفاق جالبی توی این سوار شدن و پیاده شدن میفته. فرض کنید الان براتون مثال میگم، اگر شما از اینجا سوار بشید و تصمیم بگیرید این ایستگاه پیاده بشید، در جهت حرکت در جهت بازی هست، به این ترتیب حرکت میکنید، میاید از خونه شروع رد میشید، این ایستگاه پیاده میشید. وقتی از خونه شروع رد میشید درسته که سوار قطار هستید ولی حقوقتون رو دریافت میکنید، یعنی 2 میلیونتون رو، و اگر استادیوم داشته باشید 3 میلیونتون رو دریافت میکنید. توی ایستگاه مقصد پیاده میشید. حالا اگر مبدا و مقصد هر کدومش یا هر دوتاش مالکیتش برای خودتون باشه، هیچ اجاره ای هم پرداخت نمیکنید و کلی براتون سودآور هست. اما اگر هر کدومش یا هر دوتاش هم مال دیگران باشه، اجاره مبدا و مقصد یا هر کدوم رو باید پرداخت کنید. اگر شما تاس بریزید و جفت بیارید، اجازه دارید دوباره تاس بریزید. من اگر جفت 6 بیارم،
جفشیشم رو بازی میکنم، اتفاقی که اونجا میفته رو انجام میدم، اگر زمین بخوام میخرم یا اجاره باشه پرداخت میکنم یا هر اتفاق دیگه‌ای، دوباره اجازه دارم تاس بریزم. وقتی که شما تاس میریزید اجازه دارید ساخت و ساز کنید، یعنی من وقتی جفت میارم یک بار ساخت و سازم رو انجام میدم، دوباره تاس میریزم، اگر دوباره جفت بیارم یعنی اینکه دوباره فرصت دارم بازی کنم، یعنی برای بار سوم هم میتونم تاس بریزم و توی نوبت دوم دوباره میتونم ساخت و ساز کنم. اما اگر بار سومم تاس انداختم دوباره جفت آوردم، به جرم تقلب کردم و تاس گرفتن، میرم زندان و دیگه اون نوبت رو هم نمیتونم بازی کنم. یعنی پشت سر هم نوبت جفت بیارید، اینم اتفاق بدی هست که براتون میفته. حالا اگر شما افتادید زندان چه اتفاقی میفته؟ توی همه مونوپولی ها هم به همین صورت هست که شما اگر افتادید زندان، دور بعد که میخواید بازی کنید یا باید جریمه پرداخت کنید و به طور معمول تاس بریزید از زندان بیاید بیرون، و یا اینکه نمیخواید جریمه پرداخت کنید به هر دلیلی، یا به نفعتون نیست یا بی پول هستید نمیخواید جریمهش رو پرداخت کنید، میتونید بگید من به قصد جفت آوردن تاس میریزم. تاس رو میریزید، اگر جفت آوردید با اون جفت از زندان میایید بیرون، ولی جایزه جفتتون از بین میره. اما اگر جفت نیاوردید توی زندان میمونید، آبخنک میخورید تا دور بعدی نوبتتون بشه. اگر دور بعدی هم دوباره گفتید که من دوباره میخوام شانسم رو امتحان کنم برای جفت انداختید و جفت نیاوردید، دوباره میمونید توی زندان برای آبخنک خوردن. اما دور سوم دیگه اگر تاس انداختید و جفت نیاوردید، زندان دیگه نونخور اضافی نمیخواد، پول رو به زور ازتون، جریمه رو میگیره و شما رو از زندان میندازه بیرون. جریمه آزادی از زندان 500,000 هست که شما باید پرداخت کنید. کارت های شانس هم بعضی هاشون کارت آزادی از زندان دارن، Get Out of Jail کارت آزادی از زندان، که اگر توی خونه های شانس این کارت به پستتون بخوره به دستش میارید، برای خودتون نگهش میدارید و میتونید زمانی که زندان افتادید به جای جریمه اون کارت رو برگردونید زیر دسته کارت های شانس و به طور معمول تاس بریزید و از زندان بیاید بیرون. توی این مونوپولی معامله بین بازیکن ها وجود نداره، یعنی هیچ بازیکنی نمیتونه با هیچ بازیکن دیگه زمین معامله کنه، معاوضه کنه، این کارها رو توی این مونوپولی نداریم. خب بلندترین اسکای اسکرپر یا آسمون خراش بازی هم به اسم مونوپولی تاور هست که از همه ساختمون‌ها بلندتره، در صورتی که شما ببینید حتی از اسکای اسکرپرهای معمولی هم بلندتره و علامت ام معروف مونوپولی رو روش داره. اگر شما بتونید دو تا ست رنگ کامل داشته باشید، یعنی دو رنگ کامل زمین رو داشته باشید، میتونید مونوپولی تاور رو توی زمینتون، توی یکی از اون دو تا زمینی که ست رنگ کاملش رو دارید بسازید. در این صورت اجاره تمام زمین هاتون توی بازی دو برابر میشه و فکر کنم اگر این اتفاق بیفته کسی این رو بسازه، به زودی کار همه بازیکن‌ها تموم میشه و همه ورشکست میکنن. و اصطلاحی هست که میگن پول پول میاره، کسی که این رو بسازه انقدر پولدار شده که دیگه با دریافت اجاره های وحشتناک و سرسام آور همه بازیکن ها رو به سرعت ورشکست میکنه و خودش برنده بازی میشه. چند تا از کارت های شانس رو بهتون نشون بدم که حالا یکیش که توی مونوپولی های دیگه هم هست، کارت گو تو جیل. این کارت، اگر این کارت رو بردارید مستقیم میرید پشت میله های زندان و از عقب هم میرید و حقوقتون رو هم دریافت نمیکنید، عین همون خونه زندان میمونه. این کارت تاکسی هست، کارت جالبیه، تو بقیه مونوپولیا نیست. اگر این کارت گیرتون بیاد، هر زمانی که یه جای نامناسب بیفتید میتونید سوار تاکسیتون بشید و از کارت تاکسی استفاده کنید، دو خونه برید عقب یا دو خونه به سمت جلو برید به انتخاب خودتون. این کارت، کارت زلزله هست، میگه که اگر این کارت در واقع رو شد، شما میتونید یه دونه از بونیوس بیلدینگ های یکی از بازیکن های حریف رو تخریب کنید. ساختمون قرمزایی که بهتون گفتم زمین ها رو گارانتی میکنن رو میتونید برای بقیه تخریب کنید، یا میتونید اگر زمینی از اون بونیوس بیلدینگ ها، یعنی هیچ زمینی دارای بونیوس بیلدینگ نیست، یه دونه هازارد توی زمین یکی از بازیکن ها بسازید. این کارت هم مربوط به دستگاه شهرداری میشه، میگه که دکمه ساخت و ساز شهرداری رو فشار بدید، اگر یک یا ایستگاه قطار آوردید بانک بهتون 2,000,000 پرداخت میکنه، اگر 2 آوردید شما باید 2,000,000 به بانک پرداخت کنید، اگر 3 آوردید بازیکن سمت چپتون 2,000,000 بهتون میده. ممنون که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. اگر سوالی در مورد بازی دارید، این مونوپولی یا هر مونوپولی دیگه‌ای، برامون کامنت بذارید و با افتخار جواب سوالتون رو همونجا میدیم. امیدوارم تندرست باشید. خدا نگهدار.